بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین 21مین لکچر از سلسله دروس آنلاین اولتراساوند و هفتمین درس از بخش کبد با بخش دوم دیفیوز لیور پارنکایمال دیزیز ادامه میتیم و در مورد ای 6 پاتولوژی صحبت خواهیم کرد. خب باز هم کیس کویز دومی در یوتیوب چینل اپلود شده، کیس جالبه هست، حتما ببینین و جوابهایتان را در کامنت نوشته کنین. خب اولین انتیتی که در لکچر امروزی آمده پسیو هیپاتیک کانجسشن هست، عبارت از ستاز بلد در لیور پارنکایما هست که از باعث متاثر شدن دریناج هیپاتیک وینا به وجود میاد. کازهایش کانجستیو هارت فیلر، کانستریکتیو پریکاردایتس، ترایکاسپید انسفیشنسی، رایت هارت فیلر، همه از اینا شده میتونه. وقتی که ما میبینیم که بلد از لیور به رایت هارت نمیرزه، به این مفهوم که مسیر خون در داخل کبد دایلیت و دستند میشه. پس این شیمایی که از کتاب دیاگنوستیک ایمیجینگ جی آی گرفته شده به زیبایی برای ما شما این فیچر نشان میده. آی وی سی سیگنیفیکنتلی دایلیتد هست و به همین شکل هیپاتیک وینا مارکدلی دایلیتد هست و تا به پریفری ما سیگنیفیکنتلی دایلیتد هیپاتیک وین برانچز را میبینیم. از لحاظ کلینیک میتونه مریضا که به خاطر اولتراساوند فرستاده میشن با رایت اپر کوادرانت پین مراجعه کنن و لیور فانکشن تست ها هم ابنورمال باشن و فانکشن لیور امپایر شده باشه. از اون لحاظ ما در گری اسکیل اولتراساوند میتونیم بعضی فایندینگ های زیبایی رو داشته باشیم که ما را راهنمایی کنه که با یک پسیو هیپاتیک کانجسشن روبرو هستیم. اولین فیچر عبارت از هیپاتومیگالی است، کازش معلوم هست چون بلر در داخل کبد بیشتر میشه، از او خاطر هیپاتومیگالی به وجود میاد. تکسچر کبد باید اینکریز دیکوجنسیتی داشته باشیم یا دیکریز؟ واضح هست که decreased ecogenicity، چون بلد زیاد میشه پس لیور هایپویکویک انلارجد میشه. dilated inferior vena cava و به همین شکل dilated hepatic وینا را میبینیم. این یک ایمیج از این آرتیکل گرفته شده که لینکش در پایین هست و یک ای‌پوست پریزنتیشن در وبسایت یورپین سوسایتی آف رادیولوژی هست. سیگنیفیکنتلی دایلیتد هیپاتیک وینا را ما شما میبینیم و این استرکچر که اینجا نمایان شده و دیده میشه این رایت اتریوم هست و این هم انفریور وینا کیوا هست که ما هر سه برانچ هیپاتیک وینا را دایلیتد میبینیم. به همین شکل آی وی سی را دایلیت میبینیم و رایت اتریوم را دایلیت میبینیم. پس این یک کیس پسیو هیپاتیک کانجسشن هست. نرمال دیامتر به خاطر هیپاتیک وینا میگن که از 5 تا 6 mm میتونه یک نرمال هیپاتیک وین دیامتر داشته باشه، اما وقتی که از 8 تا 13 mm میشه این دیگه دلالت به پسیو هیپاتیک کانجسشن میکنه که با فیچرهای دیگه همراه میباشه. دیگه گپ کلانی که ما در این کیس همه داشته باشیم و عبارت از ممکن مریض اگر رایت هارت فیلر به وجود آمده باشه، ممکن اسایت سمراج داشته باشیم، پلورال فیوژن داشته باشیم و یا هم اینا را نداشته باشیم. باز هم یک کیس دیگه هست که از کتاب دیاگنوستیک ایمیجینگ کیس گرفته شده. به زیبایی ما هیپاتیک وینا را میبینیم، لفت هیپاتیک وین، میدل هیپاتیک وین، رایت هیپاتیک وین، همشون سیگنیفیکنتلی دایلیت و به همین شکل آی وی سی هم دایلیت هست که ما اینا را میبینیم و حتی فیچر به خاطر یک هیپاتومیگالی هم میتونیم که حداقل از امی ایمیج ازیوم کنیم. پاتولوژی دومی یک پاتولوژی هست که برعکس حالت دومی بد کری سندروم. در بد کری سندروم هیپاتیک وینا و آی وی سی ترومبوزد میشن. ما در اوجه سیگنیفیکنتلی دایلیت میدیدیم، ایجا در این صورت ما نرود کالیبر یا یکان دفعه اصلا نمیبینیم یا یکان دفعه هم در مرحله اکیور در داخلش هایپویکویک ترومبوس هم ما شما میبینیم. عبارت از چی هست؟ گلوبال یا سگمنتال هیپاتیک وینس اوت فلو یا آی وی سی ابستراکشن عبارت از بد کری سندروم هست. دلایلش در ویسترن والد معمولا میگن که
هایپرکوگولیبل کاندیشن ها هست و در کانتکست ما هم متاسفانه این پاتولوژی وجود داره و کیس هایش که من معمولا در سیتی میبینم افراد جوان هم حساب میسازن. از لحاظ کلینیک یکی از کازهای انلارجد تندر لیور میتونه باشه. در پولیوزی که دیگه پریزنتیشن هایش وقت که لیفتیت وقت که لیور فانکشن آلتر میشه، الیفتی اب نورمال میشه، ممکن مریض اسایتس به وجود بیایه و کمپلیکیشن های دیگهش. اما یکی از پریزنتیشن هایش که کتاب میگه که میتونه یکی از کازهای انلارج تندر لیور امی باشه که مریض به اولتراساوند لیور روان کنن. خیلی مهم است که ما شما اینا را ببینیم و هر مریضی را که ما اسکن میکنیم اگر هتروجینس تکسچر لیور را میبینیم ما همیشه لیور سیروز نگوییم، بلکه ما هیپاتیک وینا را و به همین شکل آی وی سی را به خوبی ببینیم که آیا اونا درست هستن یا نیستن. در کریسکل اولتراساوند ما چی میبینیم؟ در فیز اکیوت ممکن هیپات و سپلین و میگالی را ببینیم، مثل دیگه کازهایی که اکیوت لیور انوالو میکنه و هیپات و سپلین و میگالی را به وجود میایه، حتی اگر اکیوت هیپاتایتس. و دومی که هتروجینس تکسچر لیور را میبینیم، در خود پارنکیما امی تغییرات دیده میشه. اما وقتی که کرونیک میشه کوادریت هایپرتروفی میشه و پریفیرال اتروفی میشه، کوادریت لوب انلارج میشه و دیگه قسمت های کبد اتروفی میکنن و ممکن ریجنریتیو نودیولا را هم ببینیم، مثل دیگه کازهایی که بر لیور سیروز داریم. یعنی تا اینجا ما میتونیم که اونمو فیچر را رزمبل کنه و اگر ما این پاتولوژی را نشناسیم ممکن خیلی زود بر مریض لیور سیروز بگویم و به همی نیچر و به همی فیچر که تبالکت شروع برو هستیم. کلویی که خیلی کت ما کمک میکنه و حتما باید ببینیم و چی است که هیپاتیک وینا را اگر ببینیم ممکن نرو شده باشه، در حالی که در سیروزی که از باعث هیپاتیت به وجود میایه و الکولیک به وجود میایه در او هیپاتیک وینا انوالو نیستن. در اینجا ما میبینیم که هیپاتیک وینا نرو شده یا حتی ممکن هیپاتیک وینا را اصلا نبینیم و یا هم اگر میبینیم پر از ترومبوز ممکن اینا را ما ببینیم. این یک ایمیجی از کتاب دیاگنوستیک ایمیجینگ جی آی تردیدیشن گرفته شده. در ایمیج اولی جا نشان میده که هیپاتیک وین ترومبوزد هست و فلوی مشخصی در داخل از این دیدن نمیشه و باز پیش عین مریض قسمت دیگه کبده که میبینن که یک کولاترال انتراهیپاتیک دیولوب شده و فلو پترن را داره که میخواه که کامپنسیت کنه. در این صورت ما شما دیگه چیزی را که میبینیم که کولاترال های را میبینیم که بایپاس میکنه اوکلودد آی وی سی را. این خود آی وی سی هست. در ایمیج ما اینجا میبینیم که آی وی سی فلو نداره، اوکلود شدگی هست. اینجا ما یک وینا میبینیم که این هم اوکلود شدگی هست و به همین شکل این هم وینا هستن که اوکلودد هستن، این برانچ ها فلو ندارن، در حالی که اینجا یک ویزل دیگه رو داریم که فلو داره و در قسمت بالاتر از آی وی سی به رایت هارت میتونه بریزه و حداقل یک بایپاسینگ ویر ایجاد میکنه. مریضا ممکن با خود اسایتس هم داشته باشن. پس ما از این بد کری سندرومی پیامه گرفتیم که خیلی متوجه هیپاتیک وینا در کل مریضایی که ما به لیور سیروز پیش ما میایه باشیم، که غیر از این که هیپاتیک وینا را دقت کنیم و ببینیم و آی وی سی را، دیگه کل فیچرهای یک لیور سیروز یا حتی کمپلیکیتد پورتال هایپرتنشن هم ممکن رزمبل کنه. و عین همو گپا را هم به وجود آورده میتونه وقتی که اسایتس به وجود بیه به این مفهوم که لیور فلو چون متاثر شده بکورد به ایش طرف اسایتس به وجود می آید، هیپاتومیگالی به وجود می آید، کولاترالا به وجود می آید، کل از این فیچرها سیکندریلی می تونه به میان بیاید و ما شما ای را ببینیم. از اون لحاظ بد کیری سندروم یک انتیتیه که حتما ای را بشناسیم و گفتیم که خیلی زیاد هم ریر نیست و ما در کانتکست خود معمولا این مریضا را داریم که با سیتی اسکن روان میکنن. در اولتراساوند هم ما میتونیم که به راحتی حداقل از هیپاتیک وینا گپ بزنیم و حتی یگان دفعه در سیتی اسکن که در فیز درست گرفته نشده باشه و ما خود هیپاتیک وینا رو نبینیم اینا رو دوباره ما کورلیت میکنیم، میگیم که یا خود ما اسکن میکنیم یا میخواهیم که با اولتراساوند هیپاتیک وینا و آی وی سی ایوالویت. یک آرتیکل زیبایی هست که من امیالی دیدم و از این آرتیکل ایمیجای پایینی گرفته شده هیپاتیک وین
ترومبوزد، هیپاتیک وین ترومبوزد که اصلا ما ان ایکویک ویزل ایج نمیبینیم. این در پریفری به این شکل کلاترال های به وجود اومده که فلورا میخواه که دایورت کنه، چون در سنترال در قسمت ها ما هیپاتیک وینا را نداریم و در پریفری به این شکل ویزل های برجسته. باز هم دیگه کیس ایجا یک مقدار اسایتس داریم که دیده میشه و در ایجا ما باید میدیدیم یک آی وی سی را و یک هیپاتیک وینا، یک هیپاتیک وینا و یک هیپاتیک وینا که هیچ کدامش نداریم و میگن که اینا توسط متریال نسبتا هایپویکویک پر و دستند شدن که در ایمیج برای ما شما نشان میده. اگر علاقه من بودین این آرتیکل میتونین از AJR American Journal of Radiology ببینین. انتیتی دیگه عبارت از وقت که به میتابولیک دیسوردر ها میاییم، اولش گلایکوجن استوریج دیزیز هست. یک سپکتروم وسیع از انواع پاتولوژی های گلایکوجن استوریج دیزیز هست که چیزی که اینا همشان با هم یک جا دار نویست که یک انبورن ایرور هست که میتابولیزم گلوکوز و گلایکوجن هم متاثر میسازه. ما در ایمیجنگ چی میبینیم؟ هیپاتو میگلی. معمولا مریضایی که مراجعه میکنن اطفال هستن و ما در اطفال یک هیپاتو میگلی را میبینیم و در پلویش ملتیپل هیپاتیک ادینوما. هیپاتیک ادینوما در ذهن ما هست که یک جای دیگه هم متوقع بودیم پیش خانم هایی که برت کنترول پیلز میگیرن و پیش از اونا هیپاتیک ادینوما با وجود میاد. این دفعه ما پیش اطفال روبرو هستیم، یک طفلک 8 ساله 10 ساله میایه هیپاتومیگالی داره و در داخل کبد ملتیپل لیژن های سالید دیده میشه که اینا را ما شما آل در ذهن ما باشه که اگر مریض گلایکوجن استوریج دیزیز داره اولین پسیبلتی که برش میتیم اوی است که ای در داخل کبد ادینوما با وجود آمده، چون اینا خیلی معمول هستن و لس کامن لیمیتون ایچ سی سی هم دیولوب شوه در مریضای یانگ. اولین فیچر گفتیم که هیپاتومیگالی ایمیج ببینیم که لیور اونمو فیچرهایی که برای هیپاتومیگالی قبلا گفتیم، راوند شدن لیور مارجن، کراس شدن لاور پول رایت کیدنی، پس ای یک هیپاتومیگالی هست و ایجا هم دیده شده که در کیس دیگه که کیس از این آرتیکل بریتیش جورنال رادیولوژی گرفته شده در سال 1994 آلریدی پابلش شده. این تی تی ای که در پریزنتشن امروز هست خیلی ایمیجای خوبش در کتاب های هر دو رفرنسی اولتراساوند که هست در او کتاب ها نرفتم، از او خاطر خیلی زیاد ساعت ها را که سپری کردم بخاطر از اینکه از لیتریچر اپدیت و چیزی که با اولتراساوند بخونه بر شما بعضی تصویر ها را و بعضی معلومات خوبتر را جمع کنم. نظر به که هیپاتیک استیاتوزیس به وجود آمده، لیور ایکوجنیستی اینکریز میشه، مثل که دیجه اینکریز شده، مثل که دیجه اینکریز شده. ما دیفیوز اینکریز هیپاتیک ایکوجنیستی را میبینیم که یک لیور هیپاتیک استیاتوزیس رزمبل میکنه از لحاظ ایمیجنگ. اما سن مریض نظر گرفته و اگر هم فوکال لیژن ها را دیدیم، پس ما به این طرف بریم و حداقل یک سسپیشیس ریز کنیم. ما همیشه اونو 5-6 مریضی معمول در ذهن ما نباشه، بیوند ده کامن هم فکر کنیم. و دیگه اگر که گلایکوجن دیپوزیت باشه ممکن لیور دیکریز دیکوجنیستی را ما ببینیم. نظر به است که ده هیپاتوسیت ها چی چیز دیپوزیت کرده. این تی تی دیگه عبارت از هیموکروماتوزیس است. از نامش پیدا هست که آهن در داخل کبد ترسب میکنه و از لحاظ ایمیجنگ چیزی که ایمیجنگ مودالیتی که از سالهای سال من حیث چایز برازی بوده و فعلا امارای خیلی رول بیشتر داره اوی بوده که میگن در سی تی سکن ویداوت کانترست لیور هایپردنس نسبت به سپلین و نسبت به پانکراس دیده میشه که پیش از این مریض امی چیز دیده میشه. اولتراساوند کدام سپیسیفیک دیاغنوستیک رول نداره، از امی خاطر حتی در کتاب های اولتراساوند دیره این تاپیک جای ندادن. اما ما اینجا صحبت میکنیم به خاطر از اینکه بازم هم گپ است که مریض ها معمولا ورکپشن از اولتراساوند شروع میشه، ما حداقل اگر کدام فیچر را دیدیم یک طرف را سسپیشیس بتیم و یا حداقل به مریض راهنمایی کرده بتونیم. یک کیس زیبایی هست که در رادیوپدیا این دکتر سه پابلش کرده و لینکش همیجا هست که پیش یک مریض نون هم اولتراساوند شده و هم سیتی سکن شده و هم امارای در سیتی سکن و نمود در نان انهان سیتی سکن یک هایپردنس لیور را میبینیم، در امارای چون آهن هست و امارای به اساس
مگنت و مغناطیس ایمیج ایجاد میکنه از خاطر که جهان است. دیفیوز هایپو انتنس سیگنال در داخل کبد داریم که سیگنیفیکنتلی سیاه دیده میشه. اولتراسان پیش همی مریض که اجرا شده دیفیوز انکریزد هیپاتیک ایکوجینیسیتی دیده میشه. چه چیز برای ما مشکوک کننده هست؟ یه است که ممکنه می یک طفلک 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله باشه. اگر ما پیش یک طفلک 2 ساله دیفیوزد هیپاتیک انکریز دیکوجینیسیتی دیدیم، اگنورش نکنیم که بگویم که در این سن خود ما فتی لیور هم متوقع نیستیم، بلکه خیلی کازهای دیگه هست که میتونه دیفیوز انکریز هیپاتیک ایکوجینیسیتی برای ما نشان بده که مثالهایش ایجا زیبا گفتیم. یک جمله بسیار خطرناکی را که او روز یک دکتر سه برم از یک نفر دیگه نقل قول کرد که او گفته بود که استاد ما برمو میگفت که اگر در اولتراساوند یک چیزی را دیدن که نمیفهمیدن اگنور کنین و نرمال را قربتین. ای دیگه نمیفهمم که شما برش چی میگین، اما برای ما یک کفر طبی هست. اگر چیزی را ما نشناسیم به این مفهوم نیست که او نرمال هست. امی هست که ممکن مریض چند وقت بعد مراجعه کنه و به یک استیج رسیده باشه که اصلا قابل تداوی نباشه. هر چیزی را که دیدیم اگر نفهمیدیم امو تو راپورش بتیم، یا حداقل اگر راپورش نمیتیم به یک کس دیگر روانش کنیم، یا بگوییم که در راپور خود که ما این تو این کانکلوسیو فیچر ها را میبینم. فارتر ورکاپ نیاز داره که کلینیشن متوجه شوه که به چی چیز پیش بره. اگر در این صورت ها شرم این است که ما چیز را نفهمیدیم، شرم این هست که یک چیز را نفهمیده نرمال گفتیم، به مریض و به دکترش اگه اعتماد کاذب را دادیم و برای از او اطمینان کاذب را دادیم، در حالی که مریض وجود داره، مرض وجود داره و ما غفلت کردیم. از اون لحاظ ممکن این مریض ها اول با اولتراسان به ما دیفیوز انکریز لیور ایکوجینیسیتی را راپور میتیم و فارتر ورکاپ برش میتیم. لب ورکاپ پیش مریض ممکن وجود صورت بگیره. ممکن نظر به کانتکستش که همین که ما گفتیم که لیور اب نرمال هست، کلینیشن متوجه میشه که به چی چیزهای فکر کنه. همین یک کلوی کلان از ما شما میخواهی که آیا حداقل لیور از لحاظ ایمیجینگ نرمال هست یا نه. در خیر از اون ما ممکن در کل امراض گپ آخر به اولتراساوند نزنیم، اما راه را باید نشان بدیم. انتیتی دیگه بارت از ویلسون دیزیز هست که از نامش پیدا هست. ویلسون دیزیز در اینجا کوپر یا مس در داخل کبد ترسب میکنه. اصلا در سنترال نروس سیستم و در ارگان های دیگه هم ترسب میکنه که چیزی که مربوط اولتراساوند میشه اویی است که در کبد ممکن مس ترسب کنه. از لحاظ ایمیجینگ باز هم میگن که سپیسیفیک ایمیجینگ فیچر نداره. ما در ایمیجینگ در هر مودلیتی که از اولتراسان گرفته تا سی تی و امارای ممکن فتی انفلتریشن یا سیروز ریزمبلینگ فیچر را ببینیم که از دیگه انتیتی ها ما نتانیم فرقش کنیم. ما یک لیور را ببینیم که لیور سیروز دیده میشه و نمو کلی فیچر هایی که برای لیور سیروز هست همون فیچر را ببینیم، یا به فتی انفلتریشن هیپاتیک ستیاتوز همین فیچر ها را، و ممکن هم همون ریجنریتیو نودیول هایی را که در لیور سیروز میبینیم در اینا هم ببینیم. پس ما از لحاظ ایمیجینگ ویلسون دیزیز نمیتونیم تشخیص کنیم و نه از دیگر را تشخیص تفریقی کنیم. اما باز هم موقع پس که اگر یک مریض با یک کلینیک تیپیک با یک فیچرهای دیگه تیپیک، مثلا در مریض در برین خود در بازل گنگلیو دیپوزیت تیپیک که برای کوپر داشته باشه و او را سیتی سکن یا امارای گفته باشه که یک چیز دیده میشه، در او صورت ما اگر لیور سیروتیک میبینیم حال کلینیکلی و با این کانتکست کاملا واضح شد که ما ویلسون دیزیز انوولومنت لیور داریم. از اون لحاظ مریض و ارگان ایسولیتد انالایز نکنیم که ما فقط لیور جدا مطالعه میکنیم، با برین اصلا ربطی نداره. ما لیور جدا مطالعه میکنیم، مهم نیست که مایوکاردیوم چه رقم پروسس سپری میکنه. مریض یک مریض است و کل ارگان ها از یک مریض است، باید پاتولوژی ها و ابنورمال فایندینگ ها با هم یک جای شود تا به یک چیز خوب برسیم. این یک جای کردن ها در کیس کویزی که شما امروز شریک شد در او هم دیده میتونید که کل فاینجنگ ها را باید به یک شیوه با هم یک جای کنید. این یک آرتیکل هست که
اولتراساوند اپروچ تو ویلسون دیزیز شاید یگانه آرتیکلی باشه که به این شکل اپروچ نشر شده. زیبا تایتل بود و من ایره خواندم و اینی دو سه جمله زیبا و یک تصویر هم از این گرفته شد که با پریزنتیشن کتون شریک ساختم. میگن که در این آرتیکل گفته که دیفیوزد انکریز اکوجینیسیتی و نیومریس راوند فوسای در لیور ممکن دیده شده که حتی میتاستاتیک لیور را رزمبل کنه. حال بازم اون گپ است. یک تفلک 10 ساله را برای شما میاره، کدام پرایمری نون در کدام جای دیگه وجود نداره، دیفیوز انکریز لیور اکوجینیسیس و ملتیپل هایپوکویک لیور لژن را میبینن. پیش از این مریض میتاستاتیک لیور ممکن هست، من نمیگم که نادر هست، ممکن هست، اما یک دفعه دیگه طرف هم فکر کنیم که در این سن نشه که کدام انتیتی دیگه باشه این میتاستاتیک لیور نباشه. ممکن با مریض پرسان کنین که مریض کلینیکالی چطور هست و دیگه فیچر هایی که ویلسون از لحاظ کلینیکی داره، آیا برای مریض کدام برین سی تی چیز اجرا شده یا نشده، برین امارای شده یا نشده. این گپ ها را با هم یک جای کرده ممکن راه را برای ما خوبتر نشان بده. دیگه گپی که گفته در این لیترچر که ما ویلسون دیزیز از دیگه کازهای لیور سیروز ممکن دیستینگویش کرده بتانیم اویی هست که در این مریض ها هم لیور اتروفی به وجود میایه مثل دیگه امراض که لیور سیروز میتن، اما میگن که نارمال سایز کادیت لوب ممکن وجود داشته باشه که این هم یک کلوی نسبتا خوب است، زیاد که تیپیک نیست اما نسبتا خوب تر است. بازم اگر برای گپ های بیشتر میتونین که همی آرتیکل هم آخرین تاپیک که بارد از هیمولایتیک انیمیا هست که در اکثر مریضا یگانه سونوگرافیک فیچره که ما شما میبینیم و بارد از هیپاتوسپلینومیگالی هست که ما در اولتراساوند میبینیم. ما وقتی که هیپاتوسپلینومیگالی را دیدیم دیگر فیچرها را و دیگر نیچرها را دیگر نورمال فایندنگ ها را کلش ایوالویت میکنیم. کدنی را میبینیم، باول را میبینیم، لنف نود را انترابدومینال را میبینیم، یعنی هر پاتولوژی دیگه که میتونه همراه با هیپاتوسپلینومیگالی باشه اونا را سرچ میکنیم و اکسکلود میکنیم. وقتی که همه از اینا اکسکلود شد باز بعد از اون میگیم که هیپاتوسپلینومیگالی دیده میشه و پیش مریض خوب است که یک بلاد ورکاپ صورت بگیره و کاز از این در خون دیده شود. ممکن پیش بعضی مریض ها گالسترونا هم دیده شود که باز هم با ما کمک میکنه. یک مریض در سن که زیاد به گالسترون مساعد نیست ما گالسترونا رو ببینیم با هیپاتوسپلینومیگالی میتونیم به این طرف حداقل که با هیمولایتی کازش که ما تیپیک نویشه نمیتونیم پیش بینی کنیم، حداقل برای مریض اونمو ورکاپ بلاد میتونیم سجست کنیم که از اون طرف ببینیم. اگر مریض لیمفوما داشته باشه ممکن نودل انلارجمنت هم پیش مریض دیده شوه و همین. و این هم ریفرنس های زیاد سشن امروزی. تشکر از توجهتون.